السلام عليكم. در جلسه قبلی تا مثال اول کار کردیم. حالا میریم طرف پولینوم های ناطق، افاده های الجبری ناطق و غیر ناطق. اول افاده های الجبری ناطق و غیر ناطق میخوانیم، باز برمیگردیم بالا. بعضی از موضوعات با شما دوباره میخوانیم، چون این را اگه بخوانیم باز موضوعات بالایی رو میتونیم بهتر بفهمیم. افاده الجبری ناطق گفته اگر بتوانیم یک افاده الجبری را به شکل P بر Q بنویسیم، در صورت که P و Q هر دو پولینوم ها باشند و Q غیر مساوی به صفر باشه، در این حالت میگیم که افاده الجبری ناطق است. درسته؟ مانند P بر Q و Q هم غیر مساوی به صفر باشه. عموما پولینوم ها را با P و Q نشان میدن، P of X, Q of X یا P X و Q X عموما نشان میدن. پس اگر بتوانیم یک پولینوم به شکل یک افاده الجبری را به شکل حاصل تقسیم دو پولینوم بنویسیم، به این معنی که افاده الجبری ما افاده الجبری ناطق است یا ریشنل الجبرایک اکسپرشن. مثال داده با شما که x مربع منفی یک بر x مربع یک افاده الجبری ناطق است. بدون از اینکه ساده سازی کنیم هم میفهمیم که یک افاده الجبری ناطق است. اگر ساده سازی کنیم میشه x به توان 4 منفی 1 بر x مربع، چون x مربع ضرب در x مربع منفی 1 در صورت نشته میشه و x مربع خودش هم در مخرج. پس یک افاده الجبری ناطق شد. بالا حالا میریم یک افاده الجبری غیر ناطق میخوانیم، بس پس منو گردیم بالا. افاده الجبری غیر ناطق که به شکل افاده الجبری ناطق نوشته نشه. عموما افاده الجبری غیر ناطق به معنای افاده ای که در آن متحولین ما تحت جذر باشند و ما نتانیم او را از جذر بکشیم، یا بگوییم که توانای ما کسری شوه، و این معنی که افاده الجبری غیر ناطق داریم. مثال هایی که به شما داده گفته یک بر x مربع مثبت 5 تحت جذر یا y مربع مثبت 1 تحت جذر، اینجا میگیم که افاده الجبری ما یک افاده الجبری غیر ناطق است. بالا برمیگردیم، گفته که باید داشته باشید که هر پولینیوم یک افاده الجبری ناطق است، اما هر افاده الجبری ناطق یک پولینیوم نمی باشد. درسته تا اینجا با ما افاده الجبری ناطق معرفی نکرده بود، از این خاطر ما رو معرفی کردم. باز آمدیم پس به این جمله، افاده الجبری هر پولینیوم افاده الجبری ناطق است. ما میفهمیم که بیشتر گفتیم که یک عدد ثابت هم میتونه یک پولینوم باشه. پس هر پولینوم ما مثلا 5 x y مکعب مثبت 11 y یک پولینوم است. یه میتونیم نشته کنیم که تقسیم بر یک، و یک هم چون یک پولینوم است پس به شکل حاصل تقسیم دو پولینوم توانستیم بنویسیم. پس پولینوم ها همه پولینوم ها افاده های الجبری ناطق هم هستن، اما هر افاده های الجبری ناطق پولینوم نمی باشه. مثلا همین مثالی که اینجا داریم و مثالی که اونجا پایین تر داشتیم که x بر 4 منفی 1 بر x مربع، پولینوم های ناطق حتما نیستن که افاده های الجبری ناطق حتما نیستن که پولینوم هم باشن. مثلا اینجا داریم که x مکعب مثبت y بر x مربع مثبت y بر x و مثبت y مکعب یک افاده الجبری ناطق است، اما پولینوم نیست. اینجا با شما یک شکل عمومی پولینوم داده که نوشته کده P of X. P X مساوی میشه به N X بر 1 N. اینجا ما کمی کلانتر نوشتیم. این شکل عمومی یک تابع پولینومی هست. شکل عمومی تابع را ما نخواندیم، پیشتر معرفی میکنیم با شما به تفصیل، اما اینجا میخواد بفهمین که یک شکل عمومی تابع پولینومی هست. یعنی P of X امی پولینوم ما تماما تابع از X هست و شکل عمومی است a n x بر 1 n مثبت a n منفی 1 x بر 1 n منفی 1 و a n منفی 2 x بر 1 n منفی 2 همه در حالت جمع قرار دارن. این ادامه پیدا میکنه تا وقتی که a 2 x بر 1 2 یا a 2 x مربع مثبت a 1 x بر 1 1 مثبت a 0 به دست بیه. چند تا شرط داریم اینجا. یکی ای که a n باید غیر مساوی به صفر باشه، یعنی ضریب بزرگترین توان x باید صفر نباشه، نان زیرو میگیم در انگلیسی. این شامل اعداد مکمل باشه، اون رو پیشتر هم گفتیم از صفر شروع میشه، میتونید ادامه پیدا میکنه.
Bazı istilahat khas hasta. ANMA game the English the leading coefficient. Ya zribe hadde ke polinom mara hidayet mekune. Hadde hidayet kuninde azi khatir megire chun ami derece buzurgtarin derece x grafi mara grafi polinom mara mushakhas mekune ki chiguna grafi ma khat dashtim. ANX but 1 ami buzurgtarin hadde baz zribe yek jay megem the leading term. AR ya metanim her subscript yani zir khati bay betem AR AN ha AN khu umumi as AR AY her şekil metanim betem yad şuma başa ki AR zarib x batwan r sinja inja AR guftim zarib x batwan r yani aga ba ma gufta bud ki a char chandas bay mana ki zarib x batwan char chandas ba ma gufta bud a 5 chandas zarib x batwan 5 paida mikunim ba ma gufta bud a 0 yani zarib x batwan 0 ya ham adad sabit A0 mince gufta ki adar isabet emas. Constant term. Ve en derece polinom emas. Ali aga mu şartı avul nabaşa emi şartı ki ince guftim ki AN masayı ba 0. Aga AN 0 şeva pas haddi avul mara kamelen 0 mekuna ve derece ma N nemi başı derece polinom. Derece polinom ders badi inşallah ba şekli müşerrehtar mekhanim başıma. Pas ince bazı amrayı bazı istilahat aşına şudim. امی پیدا کردن ضریبای مختلف حدود یک مثال داریم امیر کار میکنیم یک جمله اینجا گفته که افاده الجبری امکان دارد ناطق غیر ناطق و یا پولینیم باشد پولینیم افاده الجبری یک یا چند حده است که توانای حروف هم در سی تعداد مکمل شامل باشد خب مثال فکر کنین سوال اول گفته که کدام یکی ناطق غیر ناطق و پولینیم است شما مشخص میکنید اگر ناطق بود لازم نیست که پولینیم باشه اما اگر پولینیم بود حتما ناطق است دوم هم این همه تو چیز است گفته که چی پولینیم است چی نیست سوال سوم کار میکنیم با شما گفته که پی اکس به توان 4 کم بالا بگیریم پی اکس به توان 4 منفی ای اکس مکعب مثبت بی اکس مربع مثبت سی اکس مثبت دی در این پولینیم میگه شما ای صفر پیدا کنین یک پیدا کنین ای دو ای سه و ای این خب ای این یعنی این بزرگترین درجه ایکس است اینجا این به نظر شما چند خواهد باشه این چار است چون بزرگترین توان ایکس ما چار است هر یکی را جدا جدا پیدا میکنیم ما شروع میکنم از ای سه ای سه ضریب ایکس به توان سه است در داخل پولینوم ببینیم ضریب ایکس به توان سه چند است منفی ای بیاین طرف ای دو در داخل پولینیم ببینین که ضریب x مربع چند است بی در داخل پولینیم ببینین که ضریب x به توان یک چند است که و یک است میشه سی ای صفر ما عدد ثابت ماست که متحول نداره با خود دی و ای این آل میتانه امیجا میتانست بگوی که ای چار بگوین یا ای این بگوین اگر در پولینیم به شما گفت که ای این میبینین که بزرگترین درجه چند است و باز میرین ضریب همون درجه رو نشته میکنین اینجا ضریب AN یا خود ضریب X به توان AN میشه P سوال بعدی هم تقریبا عین چیز است میتانیم او را به این شکل کار کنین کدام چیز سختی نداره گفته در پولینیم PX رو نوشته نمیکنم فقط مستقیم کار میکنم PX مساوی میشه به X مقابل بر 2 منفی 2X مربع منفی 1 شما A0 پیدا کنین A1 A2 و A0 خب A0 عدد ثابت ماست منفی یک ای یک ضریب اکس به توان یک است چون در پولینیم اکس به توان یک نداریم ضریب زور نوشته میکنیم که چند است صفر اگر یک توان از اکس در داخل پولینیم شامل نبود و از شما ضریب شخواسته بود ضریب دو صفر است ای دو اکس مربع ما ضریب اکس مربع ما میشه منفی دو و ضریب ای سه ما یک بر دو تا همینجا بسته درس بعدی رو میخوانیم در جلسه